رو گاز، کوری با چند تا مریض بد حال تو راست. خوش اومدید به کانال یوتیوب من. اینجا هستم با دو تا از برای بچه بمب یوتیوب، پوریا و ربکا. سلام علیکم کنید، بریم سراغ بازی. بفن لشکر قادر پناه. وای خب آقا شروع کنیم. سلام دوستان، تیمه رپ فارسی هستم. خیلی خوشحالم دعوت کردیم. خب ببین آقا، پشت صحنه یه بمب دیگر رو داریم. سلام، کیانه از اون پشت داره برای موجیگرا میمونه. آره کیکیچینو اینجا حساب میمونه. کیکیچینو کیانه بیا تو یوتیوب، ویدیوی منو کیانه میشه کیکیچینو. کیانه چی داری برامون؟ چه برای من آورده ای مارکو؟ یه سری سوال میپرسن، شما باید بگین که کی احتمالش بیشتره که اون این کارو بکنه. اوکی، بعد رأی جفتتون مثلا ببینیم چیه دیگه. حله، برو بریم. بیشتره یهو صبحش موهاشو نارنجی کنه. هلیا، عباس مطلب حقی بود. نه بین ما ستا. سوال بعدی، کی احتمالشه یهو عیب شه؟ بعد ببینیم فردا رفت و سفر. ربکا. هلیا میتونه باشه. آره من بین خودم و ربکا. کی آشپزیش از همه خفن‌تره؟ قادر پناه. من البته، چون من برگر رو بردم. ببین البته خیلی وقت غذای ربکا رو من نخوردم. خانم سفر میخوای غذا رو بترکن. من غلط بکنم، هر روز میریم رستوران غذا میخوریم. ببین عاشق زغال دیگه اصلا. یه تیکه این بوده هست، یه باربیکیو هست، انقدر قشم رو بکنم. ببین الان میگم آشپزی خانم مثلا به خدا ویدیو میگیرم، ولایگ میگیرم، میبینید بهش میگم که بریم رستورانش کنم. خودمون درست کنیم. بابا بیا بریم یه گوش بخریم. آدم منو در میاره. من قشنگ نمیدونم. میخواد دمپای لاپولو درست کنه. امروز داشت میگفت. دمپای آدم. آدم منو در آر. به آرتا به آرتا چی میگم بگو. این چی میگه اومد اینجا؟ نه یه دونه دیگه هم میگم، یه سه دیگه هم میگم. اینجوری که میکنه من میرم تو دیوار. تو میری تو دیوار ولی آرتا خوشش میاد. واقعا قلبم گرفت. اتفاقا دیروز داشتیم سازیاشون. دیروز داشتیم با رها یه چیزیم کردیم، یه بازی در اومده و رها با زنگ میزد به کوروش با صدای بچه گونه، بعد نمیتونه سر کنیم کرد. کوروش بسید صورت اینجوری کردی. دنیا خیلی بزرش بچه. آره. سوال بعدی، کی احتمال داره یوهویی با دنپایی بره پاساژ؟ خب این خیلی وای این اتفاق دقیقا سروس میش افتاده بوده. ببین تعریف کن پوریا. ببین اومدیم بریم پاساژ وسیله بگیریم برای یوتیوب، دیدم یه دمپایی پوشیده کفش علی پاشا بود انگار، یاته انقدر گنده است. گفتم وایسا منم عقب بشینم با هم بریم. همینجور داشتیم میرفتیم، انقدر بود اومد گاز بده، گفت چرا گاز نمیخوره ماشین، دیدیم شستش رو فرمونه انقدر دمپایی گنده است. بعد رفتیم تو پارکینگ، هیچی دیگه، پول دمپایی هم از ما گرفتن، گفتن این کالا چیز حساب میشه. ببین فکر رفتیم پاساژ، من دمپایی فکر کنم پای من 38 شد دیگه، 37 38 شد، پای تو 42 43 پوشیده بودم. بعد من گفتم مثلا مهم نیست، نگاه کن بابا زشت. ولی منم کردم، ولی با اون دمپایی پشمو. چند روز پیش داشتیم میرفتیم یه همین روبرو غذا بخوریم، بعد یه رفتم با همین لباسه که تو خونه پوشیدم، ولی لباس تو خونه یه خدایی مرتبی پوشیده بودم، با همون رفتم، ولی خیلی عجیب بود. یه فکر کن یه شلوارک و یه تیشرت تو خونه پوشیدم، موهام هم همین شکلی، آرایشم داشتم با دمپایی و همه چی گرفتم. باشه حالا یه کانسیلر دیگه میزنی؟ یه بتونه میزدی؟ بتونه کاری چیزی؟ نگفتیم ولی این کی؟ کی بود؟ چی شد؟ من قادری رو میگم، دمپایی. آره دیگه، چون سه روز پیش این کار کرد. سوال بعدی، کی ممکنه جواب تلفن تو ساعت‌ها نده؟ این بده قادری. هلیا
هلیا بابا چی قادری به من زنگ بزنی اول نفر جواب تو میدم. من 2019 به تو زنگ زدم تو هنوز جواب نمیدی. راست میگه. الان میگم آجی آنلاین مسیج میدی مثلا خونه آتیش گرفت. یه نگاه بنداز جواب نمیده. بعد بهش میگی اینجوری آره خدایی همه میگن من چرا جواب نمیدم. خیلی عجیبه برای خودم. خب یعنی حالا ببین این کیه که میگه من. آره. آها البته خودت هم استادی یا ببین من ببین یه چیزی من بگم من زنگو جواب نمیدم. من اصلا زنگ بدم میاد. من همیشه علکی حالا من زنگو خوشم میاد. اس ام اس دادنو خوشم میاد. من دوست دارم طرف اصلا خیلی واضح کارشو مسیج کنه. من اونجوری ممکنه که یهو جواب ندم دیگه. نه من مثلا قطع میکنم ریجکت میکنم میگم تایپ کن. من بازم میگم قادری. دروغ میگی به خدا دروغ میگی. آخه متنشو چرا به علی دروغ میگی؟ من میگم اجازه بدید خودم چون ربکا همیشه من زنگ میزنم قربونیت. خب سوال بعدی کی ممکنه تو رو دروسی خرید کنه؟ مثلا یو بره لوی ویتون تو رو دروسی خرید پوریا این کارو کرده ها بابا واقعاً بگم می ژاپن بگو اول ژاپن اولا که از ایناست که کلا مثلا یه اتفاقی بیفته فرار میکنه ترس آبروش ماما رازم یه جا من خواستم پارک کنم خیلی تو واقعا جای تنگ بود من توی یه جای انقدی بعد ماشین پارک میکردم بعد من پشتم ماشین بود یهو دیدم پوریا بغل من نیست نگو سرن که من خیلی طول کشیده پارک کنم خب ماشینای پشتی داشتن بوق میزدن و اعصابشون خرد شده بود این فرار کرده بود و یکی این و کلن کافیه که یه اتفاقی تو پاساژ بیفته مثلا تو یه جوری برخورد کنی یه ذره مثلا زشت باشه میبینی پوریا در رفته یعنی امکان نداره بابا چی میگی کالاسکر و کالاسکر دادا این به وادون کالسکه برگش به چیز ورژن اصلیش کالاسکه روز اولمون رسیدیم استانبول خب اینجوری کرد گوش کن گوش کن چی تو دستت داری؟ اگه با چوب میزنه چیزه دیگه پنجه بوکسه باورت نمیشه اگه با چوب آدم رو میزنه اصلا با چوب آدم رو میزنه چوب بره استرس او مای گاد جانم آره سیندرلا حرف میزنیم بدتر نمیریم پایین ولش کن خب تو چی داشتیم گفتی؟ کالاسکه بابا اینو خب بعد دیدی از توی پله برقی گفتن نمیتونی ببری یا اینا من گفتم بابا ولی که حالا نمیخواد بری تو آسانسور بده من گفتم دستم میبریم پایین نیومد که نه مقررات پاساژ اجازه نمیده چند روز پیش اومده بود خونه هم پوریا داشتیم ویدیو میگرفتیم من گفتم که آره اتفاقا با تو لایف سواپ هم خیلی باحال میشه من بگیرم و اینا گفتم میریم مثلا لباسا رو میخوای دستت زردی گرفته بازی کباب ترش کار این ایده خان بچه‌ام بوده بعد گوش کن گفتم که بریم لایف سواپ بگیریم بعد میریم لباسا رو پس بدیم یه دیدم پوری اینجوری شد گفتم چیه گفت نه زشته لباسا من بس ندیم من خیلی استرسیم گوچی رفته بوده لوی ویتون نه لوی ویتون رفتم یه سوال بپرسم سوال بود واقعا گفتم این کفشه مثلا دارین 43 فلان اینا چند گفت بعد رفت اوورد وقتی یه کاریو یکی بکنه من دیگه بعد اونجا خرید بکنم بعد مثلا کفش نمیخواستم آقا گفتش چقدر 2000 درهم بود اون موقع به این گفتم ویل کن تو رو دروسی چیکار کن این گفت بیا بریم گفتم نه بعد ایسی بگیم بعد گفتم بذار یه جاسویچی بگیریم اوکیه بعد دیدم مثلا جاسویچی 1700 راست میگی چه اینجوریه واقعا ببین هفت سال پیشا ببین همونجوری جاسویچی خیلی گرم نه اینم خیلی زایست بگیریم بعد گفتم بذار یه روسری بگیریم دیدیم اونم بدتر از این حرف هاست دیگه دیدم هیچی نداشت گفتم کفشه رو بده کفشه رو بعد پوشیدم من چون روی پام بلنده داشت لوگوی روی پام کلیدی رو پام میافتاد تا دو سه ماه بدون جوراب اصلا پا برنده میرفتم لوگوی لوی ویتون افتاده بود آخر سرم همین جوری نصف قیمت یه چیزی یک دادم به این همسایه‌مون فقط بره کفشه خوراک آره جا سویچ خیلی گرونه من همین چند وقت پیش واسه سویچ ماشین واو چی واو چی گفتم تو لاکچری تو ما بابا
بابا چی میگی نخریدم. اینجوری میگی رفتم گفتم برم یه دونه جا سویچی خوب برای ماشینم بگیرم واسه مثلا سویچ ماشینم. رفتم یارو اینجا قابل داشتم 8500 لیر تقریبا 17 میلیون پول جا سویچی. خب هیچ چیز دیگه همون برگشتم گفتم آقا ساده سویچ همیشه قشنگ تره. اسپایدرمن میگرفتی از نه ساده سویچ ساده بابا. آقا من میگم ویدیو رو عوض کنم خاطره بگیر. آره. من خاطره خوراکم. خب برو کیکی کی ممکنه تو رو درسی آدم رو فالو کنه فرداش پشیمون شد. من همه رو فالو میکنم زیاد مهم نیست. خب تو میتونی باشی. کی احتمالش اینه که همش قهر کنه بیشتر قهر کنه زایت کرد. منم میگم ایشون. من که نمیدونم همینجوری. نه پوریا قهروه. پوریا خیلی زود ناراحت میشه. منم میگم ایشون بابا پوریا زود قهر نمیکنه ولی زود ناراحت میشه میره یهو تو خودش ولی بعدش اوکی میشه سر بر میخوره. بهش آره بر میخوره و خنده دارم. خب من مردم دارم. عربا یقه گشادت راست میگم من مردم دارم. از این چیزا هستن پاپیا داشت خوبه تا اینجا وام. نه تو اونا دیگه تا اینجا وام میکنن دیگه. یه دونه زنجیرم میندازه اصولا زنجیرم میندازه یه رولکس فیک تمام. آره آره بعد این نمک کاره خلاطین ابرو تو یه قاب داش خوبی؟ یه قیلینم بکشی یه دونه داری تو ساختمونت. کیه؟ حاجی یه مردت از آسانسور هر وقت میاد بیرون مثلا یه دختر ایرانی همه چی چطوری نسترم مامانه چطوره بعد اون رد میشه مثلا یکی دیگه دوباره میاد مثلا فایزه چطوری هست مامانو سلام برسون همه مامانو سلام برسون. سوال بعد کی ممکنه هر روز گل بخره شم روشن کنه از این کارهای رومانتیک و اینا خوراکش کارهای بی خودیه. کی بیشتر از همه حقوق انسانها رو رعایت میکنه؟ مثلا میگم من وقف مردمم. آره خدای تو دیگه ببین اعصاب خورد کنم میشه یه سری موقع دیگه. آخه وقتمون رو میگیره مثلا فکر کن مثلا آسانسور 80 کیلومتر بابا یه اینجوریه حاجی کالسکره بزن زیرش بیا. حالا همه من اینجوری دارم همیشه هم همینطورا همه اینجوری دارن نگاه میکنن کالسکرم که دیدی داربسته بلند کنم با بچه تو این چیه پله بردی. من موقع که گفت این کارا نمی کنم جلوش یه زن یه مرد کالا سر آره. بلند کرده بود من پایینم بیا بابا تو صف آدم ها فر کافیه من یه قدم جلوتر دارم از جام نرو آره خوراکم. سوال یکی مونده به آخر کی ممکنه بدمستی کنه یعنی که درانک بشه درانکش بیشتر امام درانکا. غلط کردی که من اینجوری شدم. آره شده دیگه یکی دیگه یادم میدونی که افتادم کلم خورد به زمین. کلم افتاد زمین و من یادش افتادم من هایلایتم یاته بالا پرت شدی پایین. آه وایسا وایسا پرت شدم پایین بس سری برو نشافم به کسی نگین اما افتادم زمین بعد به کسی نگین هیچ فردا پاش اینقدر سیاه نه دستم تا اینجا از اینجا تا اینجا دستم کردم. نه بابا چیکار کرد مگه داد پات گرفت چایی ببین پله ها باریک بود بعد بسید بگم روی یاد هم بودیم تش تکون دکون بخوام یه اموالا بوتلت شد بوتلت چیه فردا دستم سیاه کبود بود قشنگ دست نداشتی. نه یه بارم با هلیا ساپانجا بودیم ببین دوتایی مست کردی اون بهترین خاطره مست کلم ببین به جون من یه جوری خورد به جون من یه جوری خورد زمین جون داد بگم قهوه خونه ای شبیه توپ بسکتبال گوش کن کله شبیه توپ بسکتبال رفت رو زمین اومد بالا تو ببین با چه شدتی اینجوری فردا کلم اینقدر باز کردم داریم زهار رو بیدار کنیم بخون سوال آخر رو. آخر کی از همه استرسی تره؟ هلیا. من هلیا پی دی سی جفتش اینم خیلی استرسه. من موهام ریخته بابا. هلیام خیلی استرسه. ببین من مثلا در خونه رو 8 9 بار چک میکنم بعد فیلم میگیرم نه. امروز تاریخ فلان در را بستم. حالا من مثلا کافیه که امروز مثلا 3 تا کار بعد انجام بدم اینجوریام. نه تو میخوابی شبش؟ آره من تا صبح نمیخوابم که به اون کارم برسم. نه من از یه جهت دیگه من خودخوری شما میکنم. دیگه نیمون نه من باید بستری شم همین الان من پوکسایت بغل تختم.
تو پس قاطی. نه زده استرس دیگه. میگم من سر مافیا مخصوصا خیلی حرص خوردم. بعد این برنامه آرتا که مافیا گرفته بود من چش اینجوری هم فوکسایت کردم. من میدونستم مثلا کوروش مافیا چی کنم میدونم. و همه میگن که چرا این ریلکس افتم فوکسایت خوردم. و بچه ها میگفتن بردار بیار اون باکسایت رو برداشت. من این اسمارتیز به همه به همه میدونم که همه مهربون بود. خیلی واقعا برنامه هرسی. سوالا به پایان رسید. کلاغا به خونش نرسید. اونجوری. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما بودید. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره تا یه ویدیو دیگه. بدرود. خدافظ. رفت. مریضو از دست دادیم. چی داری برامون؟ صفا. باشه حالا یه کانسیلر دیگه. چیه فردا دستم سیاه کبود بود قشنگ. دست نداشتی.